تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره خالق، وحی، کتاب و مائده آسمانی و معنوی، هر آیه دو چند دقیقه روان، ساده، فشرده، قطعی تفسیر میکنیم. از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم به جزء هشتم سوره انعام و الان آیه 120. با هم بشنویم. و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ذروا، رها کنید. ظاهر الاثم، گناهان پیدا، و باطنه، گناهان پنهان را. گناه را، چه گناهایی که پیداست مردم میبینند، چه گناهایی که مردم نمیبینند. هر رقم گناه هست کنار بذارید. همانا کسانی که مرتکب گناه میشوند به زودی کیفر کارهایی که مرتکب شدن خواهند دید. هم در گذشته هم در امروز خیلی ها گناه را اون گناه میدونن که آشکار بشه، از او گناهان آشکار میترسن. یعنی اگر پلیس ببینه که اینا از چراغ قرمز رد شدن، فکر کنه کار بدی کرد. عبور از چراغ قرمز کار بده، چه پلیس باشه چه نباشه، چه بفهمه چه نفهمه، چه جریمه بکنه چه نکنه، بد بده. اخلاق یه ارزش واقعیه، نه ارزش اجتماعی فقط. ارزش اجتماعی هم هست ولی ارزش واقعی هم داره. میترسم عمر ما نرسد تا آخر قرآن. بذار من اینجای دیگر بگم. یک نابینا وارد جلسه بود که در اون جلسه پیغمبر و جمعیتی بودن. وقتی وارد شد یک نفر تو جلسه عبوس کرد، حالا یه نفرم کیه کار نداره. سوره عبثا نازل شد، عبث و تولا انجاه الاعما، عبوس کرد، اعراض کرد به خاطر که یک نابینا وارد جلسه شد. من حرفم اینه، نابینا که نمیبینه، بری کسی که نمیبینه لبخه بزنه اون نمیبینه، عبوس هم کنه اون نمیبینه. اما قرآن میگه چرا عبوس کرد، نمیگه چون اون فهمید بدش آمد کار تو بد بود. خود عبوس کردن کار بدیه، ولو طرف نابینا باشه و نفهمه. کلاهبرداری کار بدیه ولو مشتری نفهمه. و قدرت شکایت، اصلا زبون نداشته باشه شکایت کنه، بلد نباشه، نرخ دستش نباشه. خود اینکه شما سودی که از این میگیری سود عادلانه نیست، ولی اون نمیفهمه. کار شما کار بدیه، کار من کار بدیه. در گذشته و امروز همیشه گناهانی که لو میره ما ناراحتیم، گناهانی که لو نمیره ناراحت نشیم. ای آیه میگه ذرو، رها کنید گناه را، چه پیدا چه مخفی. یکی میگه ضرور رها کن، پیدا گناه یه جاذبه و کششی داره که انسان با تصمیم بگیره، تصمیم بگیره. یه وسواسی اومد بالا، من گفت نمیتونم تصمیم بگیرم، همیشه آب زیاد می‌ریزم. گفتم اگر با بیش از مقدار معمول در وضوع و غسل آب ریختی، مبلغ سنگین خودت جریمه کن. دو مرتبه خودت جریمه کنه دیگه میگه نپاپ شد. تصمیم بگیر. از این معلوم میشه که بعضی از گناه ها باطنیه، مثل گناه قلبی هم داریم، مثل سوء زن. چون میگه از ظاهر الاسم و باطنه، گناه را دور کن، هم گناه ظاهری هم گناه باطنی. گناه باطنی نمونهش سوء زنه، اند بعض از زنه اسم. خب بعد میگه ان الذين يكتبون الاسم، گناهانی که سراغش میره اونها خطرناکه. گاهی وقتا انسان آلوده به گناه میشه اما ناخواسته، اما میگه یکسبون الاسم. یکسبون کسب یعنی برو سراغش. اونا که به سراغ گناه میرن اینها خطرناکن. سیزدون به ماکام یخترفون این کارا که مرتکب شده. چون گرچه شیطون آدمو وسوسه میکنه، اما این انسانه که با اراده خودش سراغ گناه میره. یکسبون الاسم. بعد هم میگه سیزدون. سیزدون یعنی سین مال کیفرهای نزدیکه، یعنی قیامت هم دور نیست. فکر نکن خیلی هست. سیزونه.
کیفرهای قیامت نتیجه عملکرد خودمونه. سیزدون کیفر داده میشن به ماکانی اختلفون، به کارهایی که انجام دادن. چون عملت بد بود کیفر شدی، کیفرت هم دور نیست، قیامت را دور نپنداری. قرآن فرمود انهم یرونه بعیدا، بعضی ها فکر کنند قیامت خیلی دوره و نراه و قریبا. نه، من مات فقط قامت قیامتو، هر که بمیره قیامتش برپاست. یعنی از آغاز مرگه، به مرگ آدم نمیدونه چیه. در قرآن بارها گفته بغتتن، آدم نمیدونه. به امام صادق گفتن بعضی مرده ها چشمشون بازه، بعضی چشمشون بسته. فهمودونی که بازه فرصت نکرده هم بذاره، و اونی که همه فرصت نکرده باز کنه. بغتتن ناگهانه، بنابراین سگ از زبونه. در آینده نزدیکی به خاطر عملکرد فاسد کیفر داده خواهند شد، اینها که سراغ گناه رفتن. خلاصه آیه 120 سوره انعام چی شد؟ گناه اونی که مردم بفهمن لو بره، گناه گناهه ولو نفهمن. یک، گناه ظاهری نیست، بعضی گناه قلبیه مثل سوء زن. یه دوتا گناهی خطرناکه، خطر بیشتری داره که آدم به سراغش بره. یک، سمون قیامت رو دور نپندارید. کیفرهای قیامت الکی نیست، عملکرد خودمانه. این آیه 120. خدای تو به حق محمد و آل محمد تقوای به ما بده که از گناهان ظاهر و باطن دوری کنیم، هم قلبمون پاک باشه، هم عذاب و جوارمون پاک باشه. آیه 120 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.